السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان گرامی انشاءالله که همه شما در هر جایی که باشین در پناه الله متحال باشین انشاالله که جان جور صحت در آفیت باشین امروز ما در مورد الحمدلله گپ میزنم درباره مردمان الحمدلله کی هستند مردمانه که شاکرن شکرگزار الله جل جلاله هستند در کدام آلها الحمدلله هم دوست پاس فقط از خدا عبارت است که همه مسلمانان در هر سنگه با آن آشنا هستند این روش ما برای نشان دادن فقط قدردانی از خدای تعالی است برخی از ما وقت شخص از ما تشکر می کند با این عبارت پاسخ می دهیم تا نشان دهیم که واقعا همه تشکرها متعلق به خالق ما است و نه ما الحمدلله عبارت از سپاسگزاری از الله جل جلاله و مردم الحمدلله افراد هستند که در هر فصل و هر شرایط زندگی خود از خدا تعالی سپاسگزارند بیاین بیشتر صحبت کنیم در برای این موضوع اول اهمیت قدردانی را تشریح کنیم هیچ آفرینش از خدای تعالی وجود ندارد که بیش از آنچی که خالق خود می بخشد قدردانی کند خدا اختیار کننده امور ماست و حرف از وجود ما پرستش اوست و تمام آنچی در زندگی دارید و تمام امتیازاتی که در زندگی داشته اید به اطراف خود نگاه کنید حتی اگر احساس می کنید که زندگی سختی داشته اید هر خوبی که در سر راهتان قرار گرفته فکر کنید همه اینها به رحمت الله هست و ما آن را مدیون او هستیم تا از همه چیز قدردانی کنیم مثل که خداوند جل جهود قرآن شریف می فرماید پس مرا به خاطر بسپار من شما را به یاد خواهم داشت و از من سپاسگزار باش و من را انکار نکن تک تک موارد در مورد این مسلمان دلیل برای گفتن الحمدلله است خوبی ها بدی ها همه چیزهایی که مسلم میدانه و به عنوان یک وظیفه در مقابل هر آنچه که به او ما داده است ما از او تشکر میکنیم اگر بیشتر صحبت کنیم در این موضوع میتونیم این بخش را در دو قسمت تقسیم کنیم اول قدرشناسی در هنگام سهولت دوم قدرشناسی در طول آزمایشات بیاییم اول در مورد قدرشناسی در هنگام سهولت گپ بزنیم که ما پنج نقطه را بر شما پیش میارم اولین مردم الحمدلله رحمت های الله را در زندگی خود تشخیص می دهند و با تایید این رحمت و تشکر کلام او را شکر می کنند در حدیث ابو بکره نقل کرده است که هنگامی که چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلام می آمد که موجب لذت قرار می گرفت یا به موجب آن خوشحال می شد او به شکرانه خدا سجده می کرد و این در کتاب سنین ابی داود ذکر است نقل شده است این از هان به رحمت های خدا و نشان دادن قدردانی خداوند است اهل الحمدلله با نیکی و دیگران سپاسگزاری می کنند می توانیم بگوییم که آنها آن را پیش پرداخت می کنند یا صحیح می کنند از آنچه خداوند تعالا به آنها برکت داده است شخصی که در پایان ما کار خود را دریافت کرد و آن پول صدقه داد دادن خیریه از آن پول نشان دادن قدردانی از اراحه است که آنها در قیه ها دریافت کرده اند اهل الحمدلله از نعمت های خود سو استفاده نمی کنند آنها رحمت خدا تحالا را تنها برای استفاده از آن برای نافرمانی او از او دریافت نمی کنند مسلمانان قدرشناس از نعمت های الله تحالا برای پرستش بیشتر او استفاده می کنند مردم الحمدلله از لطفهایی که به آنها شده از راضی هستند بله شما یک پسر میخواستید اما الله تعالی شما را با یک دختر برکت داد یک مسلمان قدرشناس از این بابا شکر می گذاره است و با آن چی به آنها داده شده راضی هست وقتی ما با طور خاص چیزی می خواهیم اما او چیز دیگری با ما می دهد مردم الحمدلله در همه حال سپاس گذارند و راضی هستند مردم الحمدلله به عنوان نو سپاس خدای تعالی را می پرستند آنها عبادتهای واجب خود را انجام می دهند و آن را با عبادت اضافی دنبال می کنند این افراد عبادت خود را از خدای تعالی به عنوان رحمت از جانب او می دانند و با پرستش بیشتر او را شکر می کنند رسول خدا صلی الله علیه و سلم تمام شب در نماز می استاد تا حیرت اصحاب خود را برگیر وقت اوز او پرسیدند که چرا با این که از گناهان گذشته و آینده حال آموزنده شده است اینقدر به نماز ادامه می دهد حضرت محمد صلی اللہ علیه و سلم با این جمله پاسخ داد آیا من نباید ثابت کنم که بنده سپاسگزار هستم؟ اینها برخی از کارهایی هست که افراد قدرشناس در اوقات راحتی در زمان خوشبختی آسایش و در مواقعی که زندگی برایشان خوب پیش می رود انجام می دهند بیایم آل سر بخش دوم صحبت کنیم درباره قدرشناسی در طول آزمایش وقت همه چیز برای شما خوب پیش می رود سپاسگزار بودن آسان است اما وقت اوقات ناگواری و سراغ ماه می آید احساس غم، استراب و یا حتی عصبانیت انسانی است برای اهل الحمدلله هر زمان که این اوقات سخت را تجربه می کنند تلاش می کنند موارد زیر را که انجام دهند مردم الحمدلله در برابر مصیبت ها صبر و شکبایی نشان می دهند آنها به یاد می آورند که هر سختی برای یک مسلمان امتحان است و به خاطر صبر و تحمل آنها پاداش می گیرند مردم الحمدلله آزمایشات خود را به فال بد یا آنچی که خداوند تعالی آفریده از نسبت نمی دهند اهل الحمدلله تنها در خالق خود آرامش می جایند. آنها نگرانی های خود را برای نجات یک شخصیت مذهبی نمی برند و تنها به خدای تعالی اعتماد می کنند. مردم الحمدلله قبل از این که از کسی کمک بیرن ابتدا هنگامی که با آزمایش روبرو می شوند از خدای تعالی کمک می گیرند. آنها میدانند و معتقدند که اگر همه دنیا برای کمک با شما جمع شوند بدون کمک خداوند تعالی کمک آنها به فایده خواهد بود بنابر این قبل از این که از مردم کمک بخواهند از کسی که قدرت کمک به همه ما را دارد درخواست کنند. مردم الحمدلله با وجود آنچی بر سرشان آمده از کارهای خیر را ادامه می دهند. بعض اوقات داستان افراد فقیر را می شنوید که انوز صدقه می دهند یا پناهجویان که غذای خود را با دیگران تقسیم می کنند یا افراد بیمار که سلاوات می خواند. این افراد آزمایش های مختلف را پیش سر می گذرانند. اما این کارها را از انجام کارهای خوب باز نمی دانند. زیرا برای اهل الحمدلله شرط وجود ندارد که شما را وادار به پرستش خداوند حالا و انجام کارهای خوب کند اهل الحمدلله شکر هستند آنها افراد هستند که در اوقات خوب و بد در شادی و غم در تجمل و فقر از خدای تعالی سپاس گذارند آنها افراد هستند که پاسخ پیش فرض آنها به هر چیز الحمدلله است. ستایش و سپاس فقط از خدای تعالی است. بیاییم با خداوند حالا دعا کنیم که ما را از اهل الحمدلله قرار دهد و ایمان را به ما عطا کند تا در هر فصل از زندگی ما سپاسگزار باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.